اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا علي على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سوره مبارکه مائده آیه 32. بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر که نفسی را بدون حق و یا اون که فساد و فتنه ای در زمین کرده باشه، اگر کسی انسان بیگناهی رو بکشه، مثل اینه که همه مردم رو کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد از مرگ نجات دهد، مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند، سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند. در این آیه شریف سخن از کشتن یک نفر به منزله همه مردم مطرح شده. برای توضیح این حقیقت در لسان مفسران قرآن کریم مطالبی عرضه شده که فهرستوار محضر مبارکتون بیان میکنیم. فرمودن قتل یک نفر کیفری همچون قتل همه مردم رو دارد. دیگران فرمودن حرمت قتل یک نفر نزد خدای متعال به منزله قتل همه مردم نزد شماست. قتل یک نفر بی اعتنایی به مقام انسانیت. قتل یک نفر سلب امنیت از همه مردمه. یا چون انسانها به منزله اعضای یک پیکرند، پس قتل یکی قتل همه است. جایگاه دوزخی قاتل یک نفر جایگاه کسی است که قاتل همه باشه. قتل یک نفر زمین ساز قتل همه است. و آخرین نکته، یک انسان می تواند سرچشمه یک نسل باشد، پس قتل او به منزله قتل یک نسل است. لذا فرمودن شهادت حضرت محسن علیه السلام معناش اینه که یک سوم سادات جهان رو که از ذریه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام با شهادت اون حضرت
کشتند و از بین بردند. در روایات میخونیم فانی شدن تمام دنیا نزد خدا از کشتن یک مؤمن آسان تره. در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده: من اعان علی قتل مؤمن به شطر کلمت جاء یوم القیامت بین یدی بین عینی مکتوب آیس من رحمت الله. شطر کلمه نیم کلمه، کسی شرکت بکنه در قتل کسی با گفتن نیم کلمه، روز قیامت وارد صحرای محشر میشه در حالی که بر پیشانیش مهر شده که این شخص مأیوس از رحمت خدای متعال. در روایت بعدی ذیل همین آیه از امام صادق علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودن یجیء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یتلطخه بدم. یه انسانی میاد نزد یه انسان دیگه‌ای، او رو به خون آلوده میکنه. فقول فیقول یا عبد الله ما لک ولی، این چه کاری بود که کردی بین من و تو، چه نسبتی بود؟ فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا به کلمت کذا فقتلت. شما در فلان روز در دنیا یک کلمه راجع به من گفتی و سبب مرگ من شدی. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که در موضعی که آب پیدا نمیشه اگر تشنه ای رو سیراب بکنه، مثل کسی است که یک انسانی رو زنده کرده. بعد فرمودن کسی که یک انسان رو زنده کنه گویی که تمام انسانها رو حیات بخشیده. طبق آیات و روایات هدایت و ارشاد مردم به راه حق نوعی احیاست و گمراه کردن مردم نوعی قتل. در سوره مبارکه انفال آیه 24 دعوت انبیا رو خدای متعال حیات دونسته: دعاکم لما یحییکم. دعوت پیغمبر حیات و زندگانیه. امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه‌ای که اول بحث مطرح کردیم فرمودن من اخرجها من ضلال الی هدن فکأنما احیاها. اگر کسی گمراهی رو به راه هدایت بکنه، مثل اینه که او رو حیات بخشیده. و کسی که به یک نفر حیات ببخشه گویا به تمام مردم حیات بخشیده. و من اخرجها من هدن الی ضلال فقد قتلها. اگر کسی سبب گمراهی یه شخصی بشه، مثل اونه که او رو کشته، و کشتن یک نفر گویی مثل کشتن همه افراد باشه. گاهی یه دوست و رفیق یه دوستی رو با یه کلمه از گمراهی نجاتش میده، از معصیت نجاتش. گاهی با یه عکس تو این فضاهای مجازی یه جوان خوب و متدین رو آلوده میکنه، کمکش میکنه که گناه و معصیت بکنه. به فرمایش امام صادق علیه السلام با یه پیام، با یه عکس، یک جوان مهذب و مؤمن رو به وادی گناه کشیده. حضرت میفرمان او رو کشته.
کشتن یک نفر مثل کشتن تمام بشریته. لذا باید هوشیار باشیم در مسیر گمراهی دیگران به قدر نیم کلمه اگر صحبت بکنیم، روز قیامت پاسخگو در مقام عدل الهی نخواهیم بود. فراوان جوانهایی که از طریق همین فضای مجازی با پیامها و عکسهایی آلوده شدن، گناه کردن و به فرمایش امام صادق علیه السلام کشته شدن، این کشتن رو کسی امروز شاید نبینه، اما خدای متعال که نقاده و بصیره او میبینه و به حسابش مینویسه. و لذا دقیق مواظب باشیم در مسیر حق هدایتگر مردم باشیم. خدایی ناکرده اگر خودمون هم گناه میکنیم سبب گناه دیگران نباشیم، چون کسی که سبب گناه دیگرانه به منزله کسی است که او رو کشته و نابود کرده. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن: نجاها من غرق او حرق او سبع او عدو. اگر انسانی رو از غرق شدن یا آتش یا درنده یا دشمنی کسی نجات بده، در واقع به او حیات داده. گرسنه ای که در اثر گرسنگی ممکنه تلف بشه، یک وعده به او غذا میده و او رو از مرگ نجات میده. گویا بشریت و تمام انسانهای روی زمین رو از ابتدا تا انتها بهشون حیات داده. دنباله آیه امام باقر علیه السلام میفرمان: مصرفان همون کسانی هستند که حرامها رو حلال میشمردند و خونها رو میریزند. گاهی حوادث تاریخی عامل صدور فرمان الهی است. من اجل ذالک، چرا که این آیه شأن نزولش در نزاعی است که بین هابیل علیه السلام و قاتل او برادرش قابیل، از این جهت خدای متعال اینجور نوشت: کتبنا علی بنی اسرائیل، اگر کسی یک نفر رو بکشه گویا همه عالم رو کشته. جان همه انسان‌های مؤمن از هر نژاد و منطقه ای که باشن محترمه. در بنی اسرائیل هم این بوده که اگر کسی فساد می‌کرد او رو می‌کشتند. خودکشی و سقط جنین از نمونه‌های قتل نفس حرامه. سقط جنین گناه بزرگی داره، خودکشی گناه بزرگی داره، ولذا جان کسی که در زمین فساد میکنه برای مردم ارزشی نداره و خدا حکم کرده کسی که فساد میکنه او باید کشته بشه برای از بین بردن فساد. منتها ارزش عمل مربوط به انگیزه و هدف. کشتن یک نفر به قصد تجاوز به قتل رسوندن یک جامعه است. فکأنما قتل الناس جمیعا. اما کشتن به عنوان قصاص حیات جامعه است. ولکم فی القصاص حیاتون. قصد حیات جامعه باشه یا خدایی ناکرده انسان کسی رو بیگناه بکشه. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. عدم ایمان و عمل مردم به گفتار انبیا در طول تاریخ بوده.
و انسان مؤمن کسی است که به انبیا ایمان میاره. با حفظ این مقدمه چند سؤالی که وقت داریم در محضر مبارکتون هستیم. فرمودن آیا دعاهایی برای دوری از گناه وجود داره؟ فرمودن بله، اون چه از همه اونها بیشتر اهمیت داره نماز اول وقت با حضور قلب و توجه به جا آوردن. در حدیث شریف که ابلیس میگه تا وقتی که انسان پایبند نمازش بوده باشه و اون رو اول وقت و با حضور قلب انجام بده، راهی برای گمراهی و به گناه انداختن او ندارم. ولی همین که کاهل نماز بشه و اون رو اهمیت نده، در اول وقت انجام نده، اون وقت که به آسانی او رو گمراه و آلوده می کنم و به زشتی وادارش می کنم. در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال می فرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز درست پیام داره، پیامش جدا کردن انسان از فحشاء و منکره. نمازی که به جا خونده میشه، با توجه خونده میشه، با شرایط خونده میشه، اون نماز انسان رو از گناه باز میداره. و لذا بهترین دعا برای دوری از گناه نمازه. سوال بعدی، فرمودن حکم شنیدن صداهایی که شهوت انسان رو برمی انگیزه، حکم خواندن قصه هایی که شهوت برانگیزه. پاسخ دادند از اون چه شهوت انگیزه اجتناب بشه و جایز نیست رمان ها و قصه هایی خوندن که ایجاد تحریکات جنسی در انسان بکنه. فرمودن آیا آبرو مالیت داره؟ اگر کسی تهمت بزنه به کسی و آبروی کسی رو بریزه، واجب از او طلب بخشش کنه؟ پاسخ فرمودن آبرو بالاترین سرمایه انسانی یک انسانه و اونقدر گرانبها و با ارزشه که برای او یک رقم و عددی نمیشه در نظر آورد. و همین جهت اسلام بازی کردن با آبروی یک مؤمن رو گناه نابخشودنی معرفی کرده، مگر اینکه انسان توبه بکنه و آبروی ریخته شده رو جبران بکنه و اعاده حیثیت بکنه تا حد امکان و برای او طلب آمرزش بکنه، بگه اللهم اغفر لفلان، به جای فلان نام او رو ببره. سوال بعدی، فرمودن طبق حدیث از امام حسین علیه السلام منافق هر روز گناه میکنه و توبه میکنه، آیا این صحیحه؟ پاسخ فرمودن در حدیث شریف از امام صادق علیه السلام که فرمودن همانا شخص مؤمن کاری نمی کنه که نیاز به معذرت خواهی داشته باشه، ولی فرد منافق مدام کاری می کنه که نیاز به عذر خواهی داشته باشه. سوال بعدی، در روایت است که اگر کسی سه بار گناهی بکنه و توبه بکنه مسلمان نیست، آیا مؤمن نیست اون شخص؟ پاسخ فرمودن روایت داریم که حین انجام گناه روح ایمان از انسان
دور میشه و لذا باید زود توبه کنه تا روح ایمان برگرده. لذا گناهکار در حال گناه ایمان نداره، ایمانش متزلزله، با توبه دوباره ایمان برمیگرده. فرمودن دانش آموزی کلاس سوم راهنمایی سوال کرده که پدرش بدهکاره و هر از چند گاهی طلبکار برای گرفتن طلبش به در خانه میاد و مادرش به او میگه که برو بگو پدرم خانه نیست، در حالی که پدر در خانه است و مجبوره که این کار رو انجام بده. حالا سوال اینه که این دانش آموز که به سن تکلیف هم رسیده، دروغ گفتن یا حرف پدر و مادر رو گوش نکردن که در صورت گوش نکردن سبب ناراحتی و تنبیه او رو فراهم میکنن، وظیفه این نوجوان دانش آموز چیه؟ پاسخ فرمودن چنانچه پدر نتواند بدهی خود را به طلبکاران بدهد و زیر فشار طلبکار هست، فرزند در فرض سؤال توریه بکنه، یعنی در وقت گفتن پدرم نیست قصد کنه که پدر نزد درب خانه نیست، یعنی یه جای معینی رو در نظر بگیره، بگه پدرم در خانه نیست، مرادش مثلا کنار دره. در این صورت توریه کردن اشکالی نداره. در نماز جماعت مدرسه که صف اول و دوم دانش آموزان زیر سن تکلیف هستند، آیا معلم میتواند پشت سر آنها به جماعت بایسته؟ فرمودن اگر علم به باطل بودن نماز آنها نباشه، اقتدا کردن در فرض سؤال اشکالی نداره. سوال بعدی، آیا انسان میتواند هر وقت که به حمام میرود برای کسب ثواب و یا انبساط روحی غسل مستحبی مثل غسل به نیت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، غسل توبه و یا غسل آمرزش گناهان انجام بده؟ پاسخ فرمودن غسل برای حاجت خواستن یا غسل توبه و آمرزش گناهان با جهت نشاط در عبادت و یا خصوص نماز شب مستحب. سوال بعدی، دو زیارت مختصر برای امامزادگان در مفاتیح موجوده، آیا این دو زیارت رو برای امامزادگانی که زن هستند نیز میتوان خواند؟ چون عبارت دو زیارت خطاب به مذکره. فرمودن بله اشکال نداره و خطاب رو با ضمیر مؤنث بخونن. فرمودن آیا فیلم برداری از مرده در حال غسل دادن یا کفن کردن او جائزه؟ اون هم بعد به دیگران نشون دادن. فرمودن چنانچه حد که مؤمن نباشه اشکال نداره، و الا اگر حالتهای مناسبی از مرده در اون فیلم نشون داده بشه و حد که باشه جایز نیست. فرمودن چرا بعضی وقتها نسبت به انجام اعمال عبادی یا ترک محرمات جدی نیستیم؟ مثلا دروغ میگیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، به راحتی از ما گناه صادر میشه. بله، حال برای اینکه این سستی و غفلت از ما برطرف بشه چه کنیم؟ علت رو در کجا جستجو کنیم؟ پاسخ ارزشمندی اگر توجه کنید. فرمودن علت غالبا در غفلته، لذا در حدیث شریف اومده که سخت‌ترین مطالب برای انسان ذکر خداست. وقتی سؤال شد که گفتن لا اله الا الله
و سبحان الله که سخت نیست. حضرت در جواب فرمودند لا اله الا الله و سبحان الله از ذکر خداست، ولی عمده ذکر خدا اینه که انسان قبل از هر کاری و هر حرفی و حتی هر فکری تأمل بکنه که آیا رضای خدا در این عمل هست یا نیست، و اگر نیست منصرف بشه. این ذکر سخته. انسان در وقت گناه و معصیت به یاد خدا باشه، این بالاترین ذکر و ارزشمندترین ذکره. آخرین سوال: دختری باکره مجرد با پسری العیاذ بالله رابطه نامشروع برقرار کرده و دختر الان 4 ماهه بارداره، پسر هم مفقود الاثر شده، راه ارتباط با او هم نیست، دختر هم اکنون فهمیده که بارداره، اون هم از راه حرام، و پدر خانواده اگه بفهمه و خاندانشون جوریه که قطعا این دختر رو میکشن و راهی جز سقط جنین وجود نداره. خانواده های سنتی هستن و قابل تحمل واسه شون این امر نیست. میگه فعلا پول ندارم دیه بدم دختر خانم، و در صورت تمکن به حاکم شرع دیه رو خواهم پرداخت. خانم خیری اهل دین میگه از من کمک خواسته، من دکتری رو میشناسم که به او معرفی کنم بره نزد او و جنینش رو سقط کنه. آیا این راهنمایی من با این که الان بین فاسد و افسد گیر کرده و ضرورته که سقطش کنه و اگر نه این دختر قطعا کشته میشه و هیچ جای ریش سفیدی و کت خدا منشی هم نیست، چون اطلاع پیدا کردن خانواده همان و فتنه و قتل و هتک حرمت و آبروی چند فامیل از بین رفتن همان. من چرا این سؤال رو با طولانی بودنش میخونم؟ تا وضعیت سؤال و تناسب جواب با سوال فهمیده بشه. همکنون دختر در جایی به عنوان کار مشغوله، اگر کسی به خاطر جلوگیری از خون ریزی و قتل و از فتنه به این دختر بیچاره در سقط جنین کمک بکنه، اون هم در راه خدا، آیا اشکال داره یا نداره؟ سوال رو با تفصیلش و ضرورتش محضر مبارکتون بیان کردم. پاسخ سوال فرمودن چنانچه خوف قتل مادر باشه جایز ودیه و کفاره هم نداره، چون خوف قتل مادره جایز دیه و کفاره هم نداره. پرسیدن یک سوال کلی: اطبایی که با رضایت طرف پول میگیرن و سقط جنین میکنن، این شغل و درآمدشان آیا حرامه یا خیر؟ پاسخ فرمودن سقط جنین حرامه و مستلزم دیه است و درآمد اون نیز حرامه. دکتری که جنین رو سقط میکنه باید دیه بده، دیه به گردن اوست، او که مباشره در این کاره. نوع اول از سنخ ضرورت و خوف قتل مادر بود، اما در باقی انواع که این قید نیست دیه داره و حرامه. اگر جنین 4 ماهش تمام شده باشه و روح در او دمیده شده باشه، باید مباشره در سقط
علاوه بر دیه کفاره هم به گردنش میاد. کفاره چیه؟ 2 ماه پی در پی روزه گرفتن که 31 روزش پشت سر هم باید باشه و 60 فقیر رو باید اطعام بده و دیه یک انسان کامل رو هم به ورثه بده. اما اگر روح دمیده نشده، 4 ماه کامل نداره، روزه و اطعام نداره ولی دیه داره. بنابراین سقط جنین جز 1 مورد، اون که جان مادر حقیقتاً در خطر باشه، جایز نیست. 4 ماه بیشتر باشه علاوه بر دیه یک انسان کامل، کفاره 60 روز پی در پی و 60 فقیر رو طعام دادن، و اگر کمتر از 4 ماه باشه کفاره و اطعام، یعنی کفاره نداره که روزه و اطعام باشه ولی دیه داره. خدای متعال ما رو در مسیر قرآن و اهل بیت ثابت قدم بداره. والحمد لله رب العالمین.